پیام ایدی مارشال عبدالرشید دوستم. به نام خدا و با عرض سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. با نقل از صفحه رسمی مارشال عبدالرشید دوستم، پیام الحاج مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به مناسبت فرارسیدن عید شهید اضحای قربان. هموطنان عزیز، خواهران و برادران، سلام و علیکم و رحمت الله و برکاته. فرارسیدن حلول ایام عید شهید اضحا را برای مردم، کافه کشور عزیز ما و تمامی مسلمانان جهان مبارک باد عرض می دارم. آرزو دارم دعاها و قربانی هایتان به درگاه خداوند بی‌نیاز قبول واقع گردد و به لطف آفریدگار و با دعاهای نیک شما جنگ های خانمان سوز در کشور ویران شده ما پایان یابد. و دیگر صدای گلوله ها در شهرها و روستاهای ما شنیدن نشود. هموطنان عزیز و شرافتمند، با درود و دریغ، در دو ماه اخیر دشمنان صلح و آرامش کشور آتش جنگ را بیشتر افروختند و مردم عزیز ما را از خانه هایشان بیجا و به کام مرگ کشاندند. به این مناسبت به همه خانواده های شهدا بابت از دست دادن عزیزانشان تسلیت می گویم و برای آرامش روح پاک شهدا اتحاف دعا می کنند. هرچند مردم عزیز ما امیدهای زیادی از گفتگوهای صلح و نتایج مطلوب آن داشتند و اما با آن هم سال دشواری را تجربه می کنند و حملات دشمنان کشور ما در برخی نقاط افزایش یافت. با آن فرزندان شما در صفوف نیروهای بیدار و دلیر امنیتی و دفاعی کشور با شجاعت و توانمندی تمام در برابر این حملات مقاومت دارند تا ما در شهرها زندگی با آسایش داشته باشیم. امیدوارم که این روزهای سخت با تصریح روند گفتگوهای سال به زودی پایان یابد و با تابیدن آفتاب صلح و آرامش در کشور زمینه ها و فرصت های خوبی برای ما دست دهد تا به زخم های ناشی از جنگ های دراز مدت در کشور مرهم گذاریم و برای آینده کشور عزیز ما برنامه های سودمند و سازنده طرح و اجرا کنیم. من با وجود این که از کنار شما مردم با عزت دور هم باشم، هر لحظه از وضعیت نیروهای امنیتی، دفاعی، هوایی و خیزش های مردمی در ولایت های شمالی و شمال شرق کشور آگاهی دارم و اکثر اوقات با فرماندهان جنگ در خطهای نخست در تماس هستم و تلاش های زیادی را برای رسیدگی به بیجا شدگان و جلب کمک از کشورهای مختلف و تمامی خانواده هایی که از خانه هایشان در اثر جنگ بیجا شده اند انجام می دهم و هر لحظه از وضعیت دشواری که اطفال بیجا شدگان و مادران عزیز متحمل می شوند واقف هستم. به یاری خداوند جل جلاله به زودی به کشور عزیزم برمی گردم و در کنار سربازان جان به کف و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قرار خواهم گرفت. هموطنان عزیز و نیروهای شجاع کشور،
از تلاش های اخیر گفتگوهای صلح که در قطر جریان دارد استقبال می کنیم و آن را برای صلح افغانستان گام مؤثر می دانیم. و اما طرفدار حاکمیت گروه صفاق و خون آشام بر خاک خیش نیستیم و امیدواریم که طالبان با درک این که جنگ جاری در افغانستان هیچ گونه مشروعیت ندارد از جنگ دست برداشته و راه صلح را پیش کنند و دیگر از کشتار مردم عزیز ما دست بردار شوند. خطاب من به نیروهای امنیتی و دفاعی و همچنان نیروهای مردمی که در سنگر جنگ بر علیه دشمنان مردم افغانستان میرز من این است که دروازه گفتگوهای صلح بروی طالبان باز می باشد و اما شما با قوت و قدرت و اتحاد و هم فکری در برابر این گروه که بر نوامیس ملی تمامیت ارضی و خاکتان چشم دوخته اند به مبارزه خیش ادامه بدهید و نگذارید که آنان بر خاک پاک ما حاکم گردند. این خاک برای همه ما حیثیت مادر را دارد و دفاع از آن وجیبه ملی همه ما می باشد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، کانال پیام روز را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. امید که زنگ آگاهی را فشار دهید.